رادیو زمانه. با سلام به هزار خانم ها و آقایون و همچنین شرکت کنندگانی که از طریق اینترنت با ما در ارتباط هستند. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از برنامه های گفتگوهای زمانه. این برنامه امروز در دو قسمت هست، به همین خاطر خیلی هم فشرده است و میطلبه که دقت زیادی در وقت داشته باشیم. ممنون میشیم هم از سخنرانان و هم از هزار در ضمن طرح اظهار نظر و پرسشاشون دقت کنن که فرصت کوتاهی داریم. قسمت اول با نمایشی یک فیلمی هست از آقای رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند که فکر میکنم برای همتون آشنا باشه، با سخنرانی که قبل از اون آقای نسیم خاکسار نویسنده باز ساکن هلند خواهند داشت. در قسمت دوم مربوط هست به ایران آکادمیا، موضوعش هست، البته میدونیم که این برنامه امروز ما کلن موضوعش هست زندان و اندیشه. در قسمت دوم آقای محمد رضا نیکفر، سردبیر رادیو زمانه، راجع به این عنوان و مضمون بخش دوم بیشتر توضیح خواهند داد. فعلا برنامه رو شروع میکنیم با فیلم که تا ساعت 6 این بخش ادامه داره، بعد از اون پاوزه خواهیم داشت، ببخشید استراحت خواهیم داشت. این فیلم رو آقای محمد رضا علامه‌زاده ساختن. علامه‌زاده رو به عنوان فیلمساز و نویسنده میشناسیم. ایشون خودشون سالها در زندان بودن، زندانی سیاسی بودن. این فیلم هم راجع به زندانیان سیاسی هست. ببخشید. علامه‌زاده با وجود اینکه خودشون درد زندان رو کشیدن، ولی جالبه که در فیلمشون فارغ از خشم و کینه شخصی به مسئله زندان پرداختن. نگاهی دارن خیلی واقع بینانه، مدارجویانه و به قولی میگفتن شاعرانه، و همین زبانه که تلخی زندان رو صد چندان نشون میده. اگر اجازه بدین من کوتاه میکنم همینجا و از آقای نسیم خاکسار که اینجا دعوت ما رو پذیرفتن، به این علت که آقای علامه‌زاده گفتن این فیلم رو با تأثیری که از یک داستان کوتاهی که آقای نسیم خاکسار نوشته بودن به عنوان از زیر خاک الهام گرفتن و این فیلم رو ساختن، به همین خاطر ما از آقای خاکسار خواهش کردیم که اینجا بیان و در این مورد کمی توضیح بدن. ممنون میشم اگر آقای خاکسار بفرمایید. اینجا هستید. سلام میکنم به شما خانم و آقایان. در ضمن چون در آستانه مایی هستیم که در ایران این قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد، شماری از نویسندگان و روشنفکران ما در این ماه کشته شدن به دست عمال رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین از زندان داریم سخن میگیم. بعد یادی میکنم از محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و سعید سلطان‌پور، یاد اینان و همه آنانی که در راه آزادی جان باختن گرامی بود. به بعد تشکر میکنم از محمد رضا نیکفر، دوست عزیزم و همچنین همکارانش در رادیو زمانه، که برنامه های فرهنگی اینچنین در آمستردام برگزار میکنم. صحبت من دو بخش کوتاه هم هست. یک بخشش درباره فیلم دوستم رضا علامه‌زاده است، و بخش دیگه درباره زندان و اندیشه که در واقع
سعی میکنم بحث جلسه اول رو پیوند بدم به بحث جلسه دوم. تلاش میکنم که این پیوند صورت بگیره، ولی اگه صورت نگیره شما خودتون به هر حال یه جوری وصلش کنید به هم. درباره فیلم رضا خیلی کوتاه چیزای عرض میکنم، اونم برای فراهم کردن یک آمادگی ذهنی برای خودمون برای دیدن فیلمی که چند لحظه دیگه میخوایم تماشاش کنیم. در این فیلم یک روایت کلان یا بزرگ هست و چند روایت کوچک در دل این روایت بزرگ. من یه جا گفتم فیلم رضا مثل یک دیواریه که کاشی‌های خیلی کوچولو کوچولو توش گذاشته شده و اگر دقت کنین توش میتونین بین این کاشی‌های کوچولو کوچولو هم طرح‌های در ارتباط با همدیگه ببینین. روایت کلان یک ساختار دو بخشی داره، بخشی مستند و گزارشی است و از طریق مصاحبه با شخصیت‌های جلو میره و بخشی دیگرش تخیلی و داستانیه. اما همین بخش تخیلی داستانی هم خالی از گزارش‌های مستند نیست. کلی میگم، وارد جزئیات نمی‌شوم. فیلم با همین بخش تخیلی داستانی شروع میشه با صدای زنی که روایت می‌کند زندگیش رو و حوادث بعد از انقلاب رو. این زن می‌تواند نمادی باشه از مام یا مادر وطن، به ویژه که در طی روایتش متوجه میشه این روی سخن او با دختری است که آرزوی داشتن اون رو میکرد و این یعنی راوی مادر است. این روایت کلان با شرحی از حوادث سالهای اول انقلاب، اعدام برخی از سران رژیم پهلوی مثل هویدا، اشغال سفارت آمریکا، بعد جنگ بین ایران و عراق شروع میشه، بعد به زندان میرسه و قتل عام‌های رژیم در سال 60 و 67 در زندان‌های سیاسی. رضا در این روایت نگاهی انتقادی داره به جامعه روشنفکری، چه اونها که در عرصه سیاسی فعال بودن و چه اونها که در عرصه فرهنگ ورزی. او سعی میکنه با کمک مصاحبه هایی که با شخصیت های سیاسی و فرهنگی داره در اون دوره، این نگاه انتقادی رو از زبان خودشون بیان کنه. این کل روایت بزرگ این فیلمه. در میان این مصاحبه ها یکی از گروگان های آمریکایی هم نظر خودشو از واقعی اشغال سفارت و نیز فرهنگ ایرانی میگه که بسیار شنیدنی و جالب. روایت های کوچک یا پار روایت های دیگر درون این روایت بزرگ بسته به نوع نگاه ما و اینکه ما چه صحنه ها و چه نکته هایی رو در آغاز و میانه و پایان فیلم به هم وصل کنیم در ذهن ما شکل میگیرن. برای مثال اگر فقط زندگی زن هنرمندی رو که زندگیشو در زندان در زندان و سلول روایت میکنه دنبال کنیم و بعد ببینیم او در همون حال که محکوم به مرگ، مشغول به کار هنریه و دست از خلاقیت باز نمیداره و طرحهایی میکشه برای دختر بچه‌ای که میتونسته همبازی دختر رؤیایی و تخیلیش باشه، اون وقت این روایت در ذهن ما شکل میگیره که انگار رضا میخواد در پاره پاره این طرحها و وصل اونها به هم به تأکیدش بر گورستان خاوران به تماشاچی فیلمش بگه همه اونهایی که در خاوران خفتن بدین گونه عاشق زندگی بودن و با همین حسا به جهان و پیرامونشون نگاه میکردن، به ویژه که راوی زن نام کتاب طرحاشو میذاره زنده باد زندگی. همین روایت از زاویه دیگر میتونه بازتاب زندگی هنرمندان در شرایط سانسور هم باشه. نمونهش سرانجام زندگی زهرا کاظمی در سالها بعد از این واقعه. در صحنه‌هایی از دادگاه ایران تریبونال که توی فیلم هست نشون میده به محاکمه جمهوری اسلامی برای قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای 60 و 67 با حضور شاهدان عینی و بازماندگان اعدام شده ها، یک روایت دیگر میتونه در ذهن ما شکل بگیره. این روایت تازه با وصل وقایع پیش از این دادگاه در فیلم به دادگاه و مرکزیت دادن به دادگاه انگار به ما میگه ما بعد از 30 سال در تبعید بودن باید یاد بگیریم برای حجم دادن به مبارزمون علیه استبداد و سانسور در وطنمون از همه ظرفیت هامون استفاده کنیم. این روایت میگه ماجراهایی رو پشت سر گذاشتیم و این ماجراها نباید از چشم مردم جهان پنهان بمونه.
ما باید با تمام توانمون در عرصه‌های جهانی فعال بشیم و همگام با نهادهای مدنی به حقوقی جهانی کاری کنیم که سران این رژیم مجبور به پاسخگویی درباره این جنایت بشوند. سخنان رئیس دادگاه در پایان دادگاه به اعلام همدردی او با مردم ایران و بازموندگان و شاهدان واقعه بیانیه یک مرجع حقوقی است در راستای درستی این حق. با اجازه شما نقل بقیه پاره روایت ها را دیگه به عهده شما میگذارم. فقط کوتاه میگم ادبیات و هنر همیشه سعی میکنن یک خوانش تازه از یک واقعه بدن. در واقع با گزارش هر داستان یا هر کار هنری از یک واقعه روایت تازه‌ای را از اون میشنویم یا میبینیم، روایتی که کمتر زیر سلطه گفتمان رایج است. در ارتباط با موضوع زندان به پیوند اون با اندیشه و زندانی کردن اندیشه که وصل میکند این بخش رو به گفتگوهای بعدی، چند کلمه نیز عرض میکنم و تمام میکنم و این را هم بگویم در پیوند این دو مفهوم به هم حرف من اینجا فقط از چگونگی اندیشه کردن درباره زندان است، در شرایط حضور سانسور و عدم حضور سانسور. به زندان میشه چون ابزاری خشن و برهنه از سانسور نگاه کرد که از جانب حکومت به کار برده میشه برای نه تنها سانسور اندیشه، بلکه در بند و حصار گذاشتن فیزیک یا تن اندیشمند و کسی که می اندیشه به فکر انتقادی داره. و هم میتوان با نظر داشتن به نگاه فوکو زندان رو جایی دید برای شناخت سازوکار قدرت‌های سیاسی و سیستم قضایی و کیفری اونها در شکل‌گیری نحوه رفتار با زندانیان. به هر حال زندان تا وقتی ازش نوشته نشه و حقایق درون اون به درستی و با جزئیات در برابر نگاه همگان در نیاد، محیط در بسته است که نه انگیزه برای فکر کردن به موجودیت و حوادث درون اون در جامعه ایجاد میشه و نمیتوان درباره اون درست اندیشید. ما با آنکه در دوره رژیم گذشته زندانی کم نداشتیم و در همین مجلس چند تنی از اونها حضور دارن، اما یادداشت‌های زندان و خاطرات زندان از اون دوره چندان زیاد نیست و به وسعت کتاب‌های خاطرات زندان که بعد از انقلاب و بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی نوشته شده نمیرسه. میتونیم به نمونه‌های از کتاب‌های اون دوره اشاره کنیم، مثل 53 نفر از علوی، ایام محبس علی دشتی، بعد خاطرات یا نامه‌های سرگرد وکیلی، مهمان این آقایان به آذین و غیره. به هر حال مجموع این کارها به دلیل حجم کمشون و حضور سانسور که باعث می شد نقدی از اونها در نشریه‌ها نوشته نشه، سبب شد که تا پیش از انقلاب زندان چون مقوله‌ای مهم در سازوکار قدرت مورد بحث جامعه روشنفکری واقع نشه. فکر کردن بعدی جامعه روشنفکری به این موضوع در سالهای بعد از انقلاب جنبه‌های گوناگون داشت. بخشش برمیگشت به توجه به شناخت از رفتار حکومت در زندان‌ها که در دایره نهادهای اداری حکومت، و بخشش برمیگشت به وقایعی که درون زندان و در رفتار زندانیان خلق می‌شدن، مثل مفهوم مقاومت، قهرمانی‌ها، منفعل شدن، بریدن در زندان، پدیده تواب و اجبار به اعتراف در رسانه‌های عمومی. فوکو در بحث‌هایش درباره زندان به بررسی سازوکار قدرت به حکومت‌ها در شکل‌گیری سیستم‌های رفتاری زندانبان‌ها و رفتاری که اونها در زندان دارد می‌پردازد و از این طریق مقایسه می‌کنه سیستم‌های قضایی حکومت‌ها را در دوره‌های متفاوت زمانی و این پرسش که چطور سیستم‌های شکنجه در جوامع ما قبل مدرن و دوره‌های قرون وسطا می‌تونه در دولت‌های مدرن نیز به کار برده شه. بحث بعدی درباره سانسور اندیشه را که مانع کار آزاد اندیشه از زندان شده، در میان همین یکی دو نکته که به کوتاهی به اونها اشاره میکنم میگذارم. در دوره حکومت شاه و در دوره کنونی چرخ ماشین قدرت در زندانها بر سیستم شکنجه و شکنجه زندانی میچرخه. در این سیستم یک طرف شکنجهگره، به طرف دیگرش و ابزار شکنجه است، به طرف دیگرش زندانی و تنشه که با یا مقاومت میکنه در برابر شکنجه یا تسلیم میشه. از توی این چرخ گوشتی مفاهیمی بیرون میاد، مثل بریده شدن، تواب، قهرمانی و مقاومت.
مفاهیمی گاه تعریف نشده و مبهم که باید دقیق و روشن تعریف می شدن که سانسور اجازه این کار رو تا یه مدتی نمی داد. محکوم کردن شکنجهگر و سیستم شکنجه به جای طرد کسانی که زیر شکنجه مجبور به اعترافهای تلویزیونی می شوند یا تواب و منفعل می شدن، این یک موضوعی که می تونه از توی این بحث بیرون بیاد. این موضوع مهم تا پیش از انقلاب حالت عکس داشت و چون این پدیده به درستی و در محیطی باز و بدون سانسور مورد نقد و بررسی قرار نگرفته بود، مردم معترض در همون جایگاه قرار می گرفتن که گفتمان قدرت تعیین می کرد. قدرت با استفاده از این جل همچنان بر طبل نادم پروری و تباب سابزی می کوبید. اگر در جامعه ما فضای باز برای گفتگو درباره زندان و شکنجه و قربانی شکنجه و این اعتراف گیری ها بود، ما خیلی پیشتر متوجه این تناقض در رفتار خودمون می شدیم. خوشبختانه این نگاه مدت هاست که بین جامعه ایرانی عوض شده است. به نظر من دو اتفاق باعث این تکان بزرگ در ذهنیت جامعه ایرانی شد. یکی پدیده تواب ها و دیگری ماجرای بازداشت فرج سرکوهی و بعد فرج سرکوهی و بعد آوردن او به اون صورت ویران و شکسته در تلویزیون و بعد نوشتن رنجنامش. برای نمونه های نظیر اینها جامعه را برابر یک پرسش مهم قرار داد و این باور غلط پولادی بودن بدن انسان را شکست و این باور درست ایجاد کرد که انسان از پوست و گوشت و استخوان ساخته شده و نمیتونه تاب بیاره در برابر ضربات شلاق و شکنجه های مستمر و طولانی، و در نهایت به این فکر جهت داد که شلاق و شکنجه را باید محکوم کنه و خار بشماره، نه قربانی شکنجه را، که خود این فکر زمینه می شود برای شکفتن و نمو و اخلاقی تازه در جامعه که بحثش طولانی میشه. دگرگونی همین نگاه در ادامه خودش منجر به ایجاد پرسش‌های دیگری از جانب جامعه روشنفکری در ایران شده که نمونه بسیار عمیق اون را من در کارهای محمد رضا نیکفر می‌بینم. و برای مثال این پرسش که چرا حقیقت حکومت جمهوری اسلامی همواره در زندان‌ها تجلی می‌یابد و فرد چرا باید در زندان به حقیقت این حکومت برسد، و در نهایت اینکه مسئولیت کارهای این خدا الله که آیتهایش به نام او و از سوی او در این حکومت اعمال شکنجه میکنن به عهده چه کسی است. وقت نیست، توضیح بیشتر نمیدم. اندیشه کردن به زندان و پرسش درباره رخدادهای درون اون تنها در قالب مقاله و خاطرات و جستارهای تحقیقی و علمی محدود نمیشه. در داستانها و رمانهای ما نیز مسائل زندان مورد نقد و بررسی قرار میگیره. من اینجا به دو نمونه در کارهای خودم اشاره میکنم. مرایی کافر است که به پدیده توابها در زندان میپردازه و گفتمان عمومیش در باره اون زیر پرسش میگیره، و بعد داستان چرم کف پای عدید. من این داستان رو سال 58 نوشتمش و همون موقع هم بود که توی کتاب جمعه شاملو چاپ شد. اگه یادتون باشه یک جمله خیلی معروفی داشت بزرگ علوی به اسم این که توی بازجویی ها یک خنجر زیر گلوی تونه و با زندانی باید مواظب باشه که سرش رو پایین نیاره، اگه آری بگه این خنجر تا دسته میره توی گلوش و باید مدام نه بگه. تجربه زندان همه ماها توی زندان متوجه شده بودیم که این تمثیل اصلا غلطه، برای که بعدها توی همین داستان من از آدمی سخن میگم که سعی میکنه یه چرمی کف پاش بدوزه و چون میدونه با شکنجهش بدن و این مدام نه بگه، ولی بعدا وقتی زیر شکنجه میره فکر میکنه که نه، شعورش رو باید به کار بندازه و یک راههای دیگه هم وجود داره بیان که تن تسلیم بشه ولی کلک هم بزنه. بعد به شوخی یا جدی این تعریف بزرگ علوی رو زیر سوال میبره که نه آقا، اینجوری نیست، این خنجر زیر گلوته همش چیز نیست که کافیه که تو فقط سرت بیاری پایین یا ببره، میتونی اینجوری هم تکونش بدی و بعد ختم نمیندازی. و بعد میگه که اگه برام بیرون یه جزوه مینویسن درباره این بر اون ور کردن سر. به هر حال زندان جایی است که ما بخشی از وجود گم شده و پنهان خودمون را در اون میتوانیم ببینیم. در فیلم رضا با اینکه فیلم مستندی است، کوشش میشود با مکس روی لحظه های حسی و عاطفی زن زندانی و نگاه های او به آینده کودک و به طبیعت بخشی از این وجود پنهانمون به دیده بیاید.
حلقه‌ای که به هر حال ما را پیوند می‌دهد به انسان درونمون و به اون بخش از وجودمون که در سیاه‌ترین شرایط هم به زندگی آری می‌گوید. زنی در این فیلم موهای دخترش را شانه می‌زند و در همون حال ماجرای وحشتناک روز یا شبی را که به او در زندان تجاوز شده برای دخترش می‌گوید. این همون پاره پنهان از واقعیت وجودی ماست در زندان بزرگتری که این نظام اسلامی برای ما ساخته است، وجودی که به اون تجاوز شده اما دستهایش را دارد که میتواند با اون موهای دخترش را که آینده از آن اوست شانه بزند. پیش از این حرفی نمیزنم و سخنم را با استفاده از شعری از محمود درویش شاعر بزرگ فلسطینی پایان میدهم که اگر گذشتمون تجربه ایست، فردا را به معنایی و رؤیایی بدرخشانیم.